با حمید اومدیم تو غربی ترین نقطه تهران، منطقه 21، محله تهران سر. با این حالی که یه دونه مونده با آخرین منطقه تهرانه، واقعا یه محله خیلی خاص و مدرنه. حتما این ویدیو رو با من ببینید و بگردید، یه چیزایی توش ببینید که براتون خیلی جالبه. با هم ببینیم چی پیش میاد و چی میبینیم. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. همونطور که الان رو نقشه میبینید، اومدیم غرب تهران، محله تهران سر، یکی از محله قدیمیه. چه گفت دوره قاجار اینجا شکارگاه بوده، ولی بعدا دیگه زمیناش ما برای کارکنان شرکت نفت و کارخونه ارج و کرده، میشه گفت عملا تعطیل شده ارج دیگه. یه زمان چقدر اون کارخونه ابهت داشت. در حال حاضر اینجا یکی از مناطقیه که توی 30-40 سال اخیر اکثر خونه ویلایی‌هاش ساخته شد و آپارتمان نشین شد و یه بافت پرجمعیت آپارتمان نشینی داره که خیلی از عزیزانی که حالا مهاجر بوده اینجای داخل تهران میخواستن بیان، اکثر مهاجر اومدن اینجا، ولی خب در حال حاضر به خاطر گرونیه حالا مرکز شهر تهران، دقیقا غرب تهران دیگه، خیلی اومدن اینجا. البته اینجا همچین ارزون نیست. ببینید که یه پیاده روی خیلی پهن داره که الان خوراک بساط دستفروش هاست دیگه. یواش یواش ساعت 6 داره میگذره و این عزیزانم که حالا به هر دلیلی مجبورن اینجا بساط کنن، یه جورایی سطح بنور میکنن دیگه. ببینید یه چیزی که اینجا جالبه، این نشاطی که اینجا هست دیگه، این جزء مراکز خیلی شلوغ هم به حساب میاد، یعنی اصلا شک نکنید که اینجا جزء جای شلوغه. الان اینجا یه خیابونه به اسم گیتینما، با هم میریم داخلش بهتون یه توضیحاتی رو میدم. هم یه بلوار موازی داریم اینجا به اسم گلها، بلوار موازی با خود تهران سر. اینجا خیابون گیتینما، اکثر مغازه‌هایی که بر اینجا قرار دارن بیشتر خورد و خوراک و یه جوری برای ما شکموهاست، ولی داخل خود اینجا این گیتینما اکثر مرکز خریدای خیلی کوچیک، چون اینجا قواره به قول خودم قواره زمینه اکثرا 1000 متری، مثلا این مرکز خرید سینا یا پاساژ سینا معلومه جز قدیمی هست، ولی یه تعداد خیلی زیادی از اینا رو تازه ساخته و میشه گفت اینجا جزء محله‌های یعنی پر رفت آمده، یه جور خیابونای پر رفت آمد به حساب میاد. ما هم که دوباره پرشکی دیدیم از دور، یه جورایی سوژه شده دیگه این علاقه ما به پرشکی، همیشه تو همه ویدیوها مشهوده. ببینید الان مثلا این مرکز خرید رو میبینید، میتونم جدید دادم، ولی عمق این مرکز خرید بیشتر از 100 متر یا 50 متر نیست. این قواره اینجا چون زمیناش کوچیک بوده دیگه، ولی چون اینجا یه بافت تجاری داشته، اگه دقت کنید همه خونه ها دیرشون یه دونه مغازه یا حداقل یه چیز ملک تجاری قرار داره. اینا بیشتر به خاطر اینکه از قدیم اینجا بافت تجاری داشته. اینجا بعد خیابون ایران زمین یاده ایران زمینه شرک قبل می افتادم، ولی خب اونجا کجا و اینجا کجا. حالا یواش یواش بیشتر با محله آشنا میشین. میدید من میارمتون داخل این بافت خودمونی محله، برای اینه که چون ببینید این محله ها همه هر کدوم یه شکل و شمایلی داره نسبت به شهر تهران. از اون بافت خیلی قدیمی تهران بگیرید تا این جدید ها که حالا حتی اینجا منطقه 21 که بهتون گفتم، خونه‌های دیوارهای آجر سه‌سانتی، یعنی معروف به آجر سه‌سانتی، مال دقیقا 30 تا 35 سال پیشه. یعنی این خونه ها عملا 35 سال پیش ساخته شده و یه جوره میبینید خیلی پاتوق جوانای نسل زدمونه که حالا خیلی هم ناشناختن، حالا حتما در موردشون بعدا صحبت میکنم. خیلی جالبه، داشتم بهتون میگفتم محله جزو محله های
نه خیلی جدیده نه خیلی قدیمیه، با این حال که چند تا شهرک خیلی قدیمی داره اینجا، یا شاید مربوط به دهه 30 و 40 خورشیدی باشه، ولی به این صورتی که الان هست نبوده و همه این تغییر و تحولات تو این 20 سال تا 25 سال گذشته اتفاق افتاده و واقعا هم بار جمعیتی غرب تهران تو این 30 سال شاید حداقل 20 برابر تا 30 برابر افزایش پیدا کرده، در صورتی که اگه یه ذره با تاریخ تهران آشنا بشید، هستای اصلی که مرکز و شرق تهران بوده شروع شدن، اینجا هنوز هم بافت تراکمی جمعیت بیشتری داره. حالا اینجا هم دارید میبینید دیگه، بازم میبینید چقدر مرکز خرید اینجا هست، شاید فاصله هم 3 تا متر یه دونه مرکز خرید قرار داره و هر کدومشون هم مشتری و مغازه‌های خودشون مخصوص به خودشون داره. دیدم که یه خیابونی یه طرف هست که مسلما به خاطر این جمعیتی اینجا هست دوبارش پارک میکنن، همیشه باید ترافیک داشته باشه. یه چیزی که من اینجا فهمیدم بابت دست فروشم، مثل این که امروز استثنایی چند روز طهر ویژه زدن که دست فروشه دقیقا ساعت 6 بساط نکنن، یه جوری داره بهشون سخت گرفتن. ببینید چقدر این خونه آجر 3 سانتی اینجا هست. همین خیابون مستقیم بریم میخوره به بلوار گلها. بلوار گلها موازی اینجاست، اونجا یه جوری مثل به این سمت نیست که پر از رفت آمد باشه، ولی خب آدمای زیادی هستن که یه جوری بلوار اصلی ترانسفر هم به حساب میاد. ترانسفر دقیقا میشه گفت شمالی، مرکزی، جنوبی، شرق و غربی داره دیگه، ولی بیشترین بافتش که یعنی بیشترین جایی که مردم رفت آمد میکنن نقطه ای که ما داریم با هم دیگه قدم میزنیم. اینجا تقریبا میشه گفت مرکز خرید تموم میشه و بافت خود مسکونی اینجا رو میبینید. حالا در مورد بافت مسکونیش با هم دیگه حتما صحبت میکنیم. ببینید چقدر این نوجوانا زیادن، یعنی اینجا یه بافت خیلی جوانی داره و اینو کاملا میشه احساسش کرد. هر از گاهی من خودم با این جوانا میشینم صحبت میکنم، ولی خب خاطر بعضی از مسائل نمیشه اون صحبت ها رو بیارم داخل ویدیو ها، ولی خیلی حرف های قشنگی میزنن و واقعا طرز فکر خیلی خاص و جالبی دارن. درست یا غلط اصلا به قول معروف یه عزیزی میگفتش که درست و غلط رو کی معلوم میکنه، ما نه. اون احساسی که شما، البته بعضی چیزا واقعا یه فاکتورایی داره، حال من خودم نظر شخصی منه، من تا حالا نظر شخصی ندادم، ولی بعضی چیزا به نظر من یه فاکتورایی داره، ولی واقعا کی میدونه چی کاملا درسته چی کاملا غلطه، هیچ کس. اینجا هم که دارن آشغال این جوب خالی کردن بیرون برای اینکه تمیزش کنن، حالا احتمالا میان جمعش میکنن. پام گیر کرد به یه شلنگی که اینجا روه روه فکر کنم تو فیلم ببینید، چون نستیگ بود بخورم زمین، عوض که حواسم به این برا و به این برا اون برا و سر به هوا. خب اینجا هم زده نون بربری 2500 تافتون 1200 تومن، نرخای مصوبه ولی قیمت واقعی این نیست. یعنی من نون بربری 5 تومن سنگک 6 تومن اینا ساده است، ما انقدر هم اقسام نون داریم نگو نپرس. مثلا میری نون سنگک میگیری شبیه رستوران منوبازه، مثلا نون سنگک یه رو خاشخاش، دو رو خاشخاش، دو رو خاشخاش سبوستا، تخم آفتاب گردون زده، یعنی یه منوی داریم ولی ماکسیمومش میرسه به 30-40 هزار تومن. یه سنگک بزرگه درو خاشخاش سبوسدار تخم آفتاب گردون زده براتون 30 تومن در میاد. اگه این اطلاعات رو میدم چون دوست دارم بعضی موقع با این شرایط آشنا بشه. الان اینجا خونه متری بین 65 تا 85 میلیونه بستگی به نوع ساخت، محله که حالا یا اون خیابون معروفی که اونجا قرار داره و نوسازیشو یا
به قول خودمون سال ساختش داره. همه اینا رو بهتون گفتم که باز برگردیم بریم تو بلوار اصلی خود تهران سر رو یه جورایی این مسیر رو بریم تا برسیم به میدون کمال الملک. حالا نمیدونم اسم قدیمیش چی بوده، شما به من بگید. برگشتیم دوباره همون خیابون، یعنی سر خیابون کیمینما. میدونید واقعا خیلی سخته یه بقال خودمون یه سر من فلو داره صحبت کنم. میدونید از من اگه توپقی هم میدونم که شما عزیزان به بزرگی خودتون ببخشید. دیگه الان یه یواش یواش دست فروش ها فساتشون رو کردن و اینجا یه جوره از الان به بعد انقدر شلوغ میشه که دیگه به هیچ شما نمیشه خیلی راحت توش قدم زد و ویدیو تهیه کرد. میدونید یه چیزی میخواستم بهتون بگم، من خب واسه اون عزیزانی که به من محبت دارن تا انتهای ویدیو تماشا میکنم، الان طبقه که قانونی که حالا تصویب شده بوده از امروز اجرا میخواد بشه اینه که شما باید هر تراکنشی که توی دستگاه کارت خوان یا اینترنتی پرداخت میکنید یا همراه بانکتون یه هزینه به عنوان کارمزد دیگه کم میکنه. قبلا برای انتقال مثلا ساقنا و پایه، حالا اینا روش های انتقال پوله بالای 10 میلیون تومنه، یه مبلغ خیلی جزئی مثلا بین 2000 تومن تا 3000 تومن ازتون کسر میشه. الان اونا رسیده به 28000 تومن، 10 برابر شده. و از همه و از همه جالبتر میدونید چیه واسه من؟ اینه که شما وقتی که میخواید از آبر بانک 50000 تومن پول بگیری، 1400 تومن از شما به عنوان کارمز کم میکنه. یعنی چی؟ واقعا چرا باید 1400 تومن برای اینکه شما پول میخواید از آبر بانک تحویل بگیرید ازتون کم کنه و به قول خودم برداشت کنه؟ مگه دلال بازیه؟ مگه دادم یاد واقعا بدون فردوسی میفته که پول رو میخواستن از ادارا چنج کنن، پول نوبت بدن، اضافه از پول میگرفتن. الان نگاه کنید مامورای شهرداری که سفت و سخت بایستان دور دارم میام سراغ این عزیزان، یه واقع برایشون درد سر میشه چون اینا با این دست فروشای جوری راه میان که حالا اینا هم بتونن کاسبیشون رو بکنن. یعنی من چیزی که اینجا قدم زدم متوجه شدم این جریان ها واقعا هم انقدر دخل و خرج سنگین و سخت شده که آدم نمیتونه به کسی خورده بگیره یا کسی رو قضاوت کنه. حالا هر جوری که هست سخته دیگه، الان دوران سخت. ولی واقعا دو طرف پیاده رو پیاده روی پهنیه ها، با یه جوب بزرگ و یه حس حال قشنگ. اینجا هم که مغازاییه که حالا شب که میشه به قولی تازه کاسبی کردنشون و درآمدشون شروع میشه دیگه، پر از این تغذیه فروشی ها. و میگم تغذیه یاد ساندویچ قدیمی افتادم، رستوران و فست فود مختلفه. حالا یه سرم بریم اون دست خیابون اون برم بهتون به نمایش بذارم. کم کم داریم میرسیم به سمت همون میدون کمال الملک. اینجا خط عابر پیاده نیست، مجبوریم از خود بلوار رد شیم. ماشین هم که باید نمیستن بایستادن، البته بفکرم که جلو ترافیک بوده. کلا این بلوار همیشه ترافیکه. ببینید اون دست تعداد آدم هایی که از اونجا عبور میکنن بیشتر اینجا خیلی کمتر هستن. اینجا مثل محله دیگه هواپیما دقیقا، چون غرب تهرانه به خاطر وجود فرودگاه مهرآباد همیشه صدای هواپیما رو احساس میکنه. واقعا صدای ستار
صدای عجیبی، اصلا کلا ساز با دل آدم بازی میکنه. یه بعضی چیزا واقعا آرامش بخشه، درخت ها، گیاهان، آهنگ، صدای موزیکی که حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره، همه اینا به نظر من باعث میشه که انسان یه حس خوبی بهش دست بده. یه چیزی هم بهتون بگم، شاخص آلودگی هوا روز به روز داره گرد و خاک میره بالا، واقعا خیلی سخته تنفس کردن تو این هوا. راسخمه همون یکم قدیمه، اینم که خود میدون و اونورم که پارک، فکر میکنم درانترم القدیم، نمیدونم واقعا اسم پارکش رو نمیدونم، ولی تنها پارکی که از خیلی وقت پیش اینجا میشناسم پارک سکوشه. تصور کنید تو همچین محله‌ای دارید زندگی میکنید. قبل از اینکه ازتون خدافظی کنم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، پر انرژی، بدرود.